بله و اما سلام توضیح بدیم میگیرن چی داشت کنید بچه هم خواستن آب میوه بگیرن برای ما خوشا آب میوه گرفتن قربان دستشون دارن چطوری احسان خیلی مخ سلام خوبی رو برای سلام عرض میکنم خدمت همه دوستا و همکار خوب خودم بچهای پخش شبکه سه به تو شاهین عزیز آقای حسین خانی همه دوستای خوبم و سلام میکنم به روی ما همه هموطنام هم. خیلی هم خوشحالم از اینکه در خدمت شما ببخشید دیگه بازم ما مهمون ناخونده شد شما خیلی بزرگوارین چه حسی داره قربان این که شما همیشه در عرصه اجرا جلو دور بودین الان در عرصه یک میهمان خب اینه که تجربه کردیم ولی سخت تره دیگه من اون صندلی رو بیشتر دوست دارم جسارت میکنیم ببخشید نفهمید احسان علی خانی از دوستای تقریبا دیروزش هم فکر میکردم دیشب فکر کنم تقریبا 10 11 سالی شده به یه دهه رسیده دیگه به یه دهه رسیده حالا من یه خورده از توضیحات کم بکنم احسان اگه موافق باشی بریم به اصل موضوع بپردازیم چون این ویژگی های مثبت تو رو خود مردم خدا رو شکر درک کردن و این تعامل خیلی خوب شکل گرفته اگر موافقی با پیمک هایی که مردم برای ما ارسال کردن سوال های مختلفی که پرسیدن شروع بکنیم تا برسیم به ادامه گپ و گفت حتماً همونطور که روال برنامه‌تونه من در خدمت خیلی از برنامه های همیشگی شبکه مثل 7-90 سلامت باشید و غیر غافل نشین و به اونها هم بپردازید چشم سلام لطفاً تیتراج اول و آخر ماه عسل رو پخش بکنید تیتراج اول برای ماه عسل رو پخش کردیم حالا در انتهای برنامه یا در اواسط برنامه به سایت برای ماه عسل میپردازیم که شما بتونید تیتراج برنامه رو در اونم ببینید لطفاً از قبل اعلام کنید که میهمان برنامه‌تون چه کسی هست با تشکر از برنامه خوبتون که این کار تقریباً چند وقتی هست داریم انجام میدیم از آقای علی خانی سوال کنید بعد از ماه عسل در چه برنامه دیگری حضور خواهند داشت سوال کردیم آقای علی خانی شما آره سوال کردیم بگم ولی حالا مثلا معلوم نیست انقدر درگیر بودیم و تحت فشار برای ماه عسل که من فعلا یعنی رمقی نمونده برام که برنامه اجرا بکنیم ولی ان شاء الله با یه برنامه خوب حتما برمیگردیم ان شاء الله از مجری شریف برنامه گلخون که نظر لطفتونه برنامه گلخون میخوام از آقای علی خانی بپرسن که در ماه عسل کدام میهمان برنامه تاثیر بیشتری بر روی ایشان گذاشت من همیشه با یه جمله خیلی شعاری هنرمنده همیشه مشکل داشتم و فهم کردم که خیلی کلیشه ایه که میگفتن مثلا یه بازیگر تئاتر کارگردان میگفتش که مثلا همه آثار من حتی یه نقاش که همشون این بچه های من میدونن و اینا همیشه میگفتم دیگه چه حرفی خب تو خود سلیقه داری زائقه داری قریحه داری میتونی انتخاب کنی ولی واقعا اینقدر دوست داشتنیه فضای کلی ما اصل برام این که نه دوست دارم نه به خودم اجازه میدم که مهمونی رو تمیز بدم و انتخاب کنم بگم نه مثلا ایدئال من این مهمون بوده همشون به نظر من قصه هاشون پرمغز و پرمعنی بود و دوست داشتنی هر کسی به مدل خودش و نوع خودش برای همه اکتفا میکنم به اینکه همه مهمونا رو دوست داشتن بسیار خوب آقای علی خانی واقعا گل کاشتید نظر مردمه دست شما و بچهای پشت صحنه درد نکنه ماه عسل همیشه خوب بوده ولی ماه عسل 90 عالی بود خسته نباشید ممنونم از محبت سلام برنامه‌تون خیلی خوبه این برنامه ما رو میگن برنامه‌تون خیلی خوبه از اینکه از بازیگرهای طنز خنده بازار دعوت کردین ممنون لطفاً آقای سیاوش مفیدی رو برنامه‌تون دعوت بکنید حتما این کار رو در برنامه‌مون خواهیم داشت سلام خسته نباشید پس که از مهدی سلوکی و شبنم قلی‌خانی دعوت می‌کنید ان شاءالله فکر می‌کنم آخر هفته این دو بزرگوار میهمان برنامه ما باشن به نظر من ماه عسل تلخ نبود بلکه زندگی ما آدم‌هاست که گاهی تلخ و گاهی شیرین با سلام و تبریک به شبکه 3 به خاطر داشتن برنامه ماه عسل چون به نظرم خیلی ها رو از جمله خودم متحول دیدم و دیدم رو نسبت به دنیای اطراف بازتر کرد بسیار عالی دیکته منم بحث دیکته تو اینا چجوری بوده فیلم آشیانه‌ای برای زندگی با بازی مرحوم شکیبایی شروع نکن بذار بخونم فیلم آشیانه‌ای برای زندگی با بازی مرحوم شکیبایی که دیشب پخش کردین ما رو خیلی به یاد ایشان انداخت دستتون درد نکنه سلام برنامه ماه عسل عالی بود و اجرای آقای علی خانی جذابیت برنامه رو بیشتر کرده بود از ایشون زندگی نامه‌شون و اینکه چرا به غیر از ماه عسل کار دیگه‌ای انجام نمی‌دن رو بپرسید تا اینجا پاسخ بده حالا زندگی نامه‌شون رو در ادامه می‌پرسید اما چرا کار دیگه غیر از ماه عسل دیگه که خب البته برنامه نوروز رو هم داشتی ولی خب اینقدر خود ماه عسل انرژی لازم داره و اینکه شما باید یک تایم زیادی رو براش کار بکنی هم کار تحقیقی بکنی هم فکر بکنی هم طراحی بکنی و برنامه‌ای که مردم هم دوستش دارن لطف دارن حالا فارغ از کسایی که منتقد هستن اونها هم قابل احترامن ولی فکر میکنم اینقدر خودش انرژی لازم داره که دیگه شما نمیتونی فوکوس بکنی رو کار دیگه‌ای بنابراین چون کار مهم و جدیه
بنابراین کار این بنابراین داشتیم، اما به جدی محصل نخو محصل. من یک نکته رو هم عرض بکنم که احسان علی خانی برنامه دیگه رو هم در کسفت تهیه کنندگی و کارگردانی برای شبکه 3 داشته، حالا ماه عسل یا برنامه‌ای که برای نوروز بوده، خودش هم موجی اون برنامه بوده، اما برنامه‌ای دیگه‌ای که به صورت تهیه کنندگی اون کار رو داشته کارگردانش بودن برای شبکه انجام داده و تلاش هم کم نیست. بیشتر تهیه کردم تا اجرا. بیشتر تهیه، درسته. و از طرف ما از ایشان خواهش کنه که به جای ماه عسل سال عسل بسازند. برای نظر خوبیه.